جلسه سیاسی مشورتی با حضور شماری از رهبران پیشین جهادی، شخصیت‌ها و مقام‌های پیشین حکومتی اینجا برگزار شده است. هدف از این نشست جمع شدن سیاسیون کشور زیر یک چتر برای بیرون رفت از شرایط کنونی گفته شده است. شماری از رهبران پیشین جهادی دوام جنگ در افغانستان را به سود کشور نمی‌دانند. تداوم جنگ ما را بیشتر به عرصه‌های جنگ نیابتی می‌کشاند. هر چه جنگ دوام پیدا کند ما به سوی یک جنگ نیابتی کشیده میشیم. رهبران پیشین جهادی وضعیت کنونی کشور را بحرانی میدانند و میگویند که دوام این وضعیت برای آینده کشور شکننده و بحرانزا خواهد بود. وضعیت ما در عرصه سیاسی، وضعیت ما در ساحه امنیتی، اقتصادی و اجتماعی اگر در یک جمله فشرده بسازیم این است که ما عملاً وارد یک بحران هستیم. به دولت بگویم که به تنهایی نمیتونی، تنها به تکیه به خارجی نمیتونی به مقصد خود برسی. توکل تو به خدا کو، بعد از تکیه به خدا به ملت خود تکیه بکو. رهبران پیشین جهادی با تاکید بر این که دوام این وضعیت فاصله بین حکومت و مردم را افزایش خواهد داد، از حکومت می‌خواهند که جلوه افزایش مشکلات از جمله ناامنی در کشور را بگیرد. لکن ما نمی‌خواهیم که افغانستان خراب شود. ما می‌خواهیم که این حکومت دوام کنه به شرط که خود را اصلاح کنه، اصلاحات عمیق و حقیقی را به وجود بیاره. حال وضعیت بطل خراب است، همه پریشان هستند. من پیش ما میان که ازشون که تو یاد باور جده تختاندی آل جلویشه بگی، من بگم امره به گپ نمیزنه با یک ماه دو ماه سه با تلفون هم نمیکنه. همه سیاسیون بزرگ افغانستان را، همه نخبگان افغانستان را تا زمانی که زیر یک چتر واحد سیاسی جمع نسازیم، هر نوع تصمیم گیری انفرادی، هر نوع صدای اعتراض جداگانه مشکل مردم ما را حل نمیسازه. از عقده هایی که ما ریش سفید های کشور داریم، شما جوانان عزیز بار از عقده نجات داده میتونید. از راه تعلیمتان، از راه کوششتان و از راه رساندنتان خاک به درجات ترقی و تعلیم. پیش از این چندین اجلاس در پیوند به چگونگی تامین صلح و بیرون رفت از وضعیت کنونی برگزار شده است، نشست هایی که تا کنون نتیجه در پی نداشته است.